حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از مقام خود برکنار و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه معرفی شد. تغییر رئیس نهاد اطلاعاتی سپاه در حالی اعلام می شود که به دنبال حوادث چندین ماه گذشته در داخل ایران اقتدار و اشراف اطلاعاتی سپاه پاسداران به رغم ادعاهای فرماندهان ارشد آن زیر سوال رفته. برای جزئیات بیشتر همکارم کوروش آلادین از اتاق خبر صدای آمریکا با ماست. کوروش، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حکم حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد کاظمی به جای حسین طائب به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده. طائب پیش از این در سمت‌های مختلفی مشغول به کار بود و یکی از پرنفوذترین مدیران امنیتی و اطلاعاتی ایران به حساب می‌آمد. وی تو سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات معاون وی شد. فیلم‌های اعترافگیری در دوران مسئولیت اون سالها بعد باعث برکناریش از وزارت اطلاعات شد و خیلی سریع به جمع مدیران مورد حمایت رهبر در اومد. در فاصله سالهای 84 تا 86 معاون فرهنگی و اجتماعی ستاد مشترک سپاه شد و سال 86 تا 87 به عنوان جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت کرد و سپس 87 تا 88 فرمانده نیروی مقاومت بسیج شد. پس از انتخابات سال 88 و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، معاونت اطلاعات سپاه تبدیل به سازمان اطلاعات سپاه شد. حسین طائب هم بر کرسی ریاست تکیه زد. در سال 97 محمود احمدی نژاد توی پیام ویدیویش گفت که در زمان ریاست جمهوریش با آقای طائب مخالف بوده و این فرد تعادل نداره. احمدی نژاد گفت همه مقام‌های کشور می‌دونن که اون چیکار کرده. او اصلا کارش پرونده سازی هست. در زمان ریاست طائب بر اطلاعات سپاه همواره رسانه‌های حکومتی از اشراف و اقتدار سپاه به خصوص سازمان اطلاعات سپاه سخن میگفتند. با وجود این ادعاها، سرقت بیش از 55,000 صفحه از اسناد محرمانه هسته‌ای ایران در سال 97 شاید بزرگترین نشانه از ضعف اطلاعاتی سپاه بود که رسانه‌ای شد. پس از اون ترور پیچیده چند فرمانده نظامی ایران از جمله محسن فخری‌زاده که از اون به عنوان مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران یاد میشد و اینوار میشد که تمام تجهیزات ترور که چند تن هم بوده از مرزها وارد کشور شده و ماشین ترور در ایران اصلا سر هم شده، گواه دیگری بود بر عدم اشراف اطلاعاتی حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران که وظیفه اصلیش حراست از نهادها و مراکز کلیدی و افراد کلیدی هستش. با مرور بر حوادث دو سال گذشته میشه دید که چندین انفجار در سایت‌های هسته‌ای یا صنعتی مهم و ترور چندین نفر از اعضای نیروی قدس و حتی گرفتن اعتراف از یکی از نیروهای سپاه قدس، اون هم در داخل ایران، همه گواه بر نفوذ سرویس‌های امنیتی سایر کشورها به خصوص اسرائیل در بدنه حکومت ایران و ضعف اقتدار ادعا شده اطلاعاتی سپاه است. حالا در این شرایط برکناری ناگهانی حسین طائب همزمان با برخی از شایعات مطرح شده علیه اون سوالهای فراوانی رو به ذهن متبادر میکنه.